عرض ادب دارم خدمتون. داشتم این آهنگ جناب ابی رو گوش میگردم، یه تیکش خیلی جالب بود. گفت از آزادی اگر گفتند در آن دریا سرابی هست، بگو بین بد و بدتر چه حق انتخابی است. 31 سال حق انتخاب ملت ایران بین بد و بدتر، بدتر و بدترین بوده. خانمی روی خط هستن از اروپا، بهشون گوش بفهمید. با درود به جناب علی قهرمانی هستم، مسئول دفتر ملکی نیروهای ناسیونالیست از سوئد. در رابطه با نیروی پایداری که من قبلا صحبت کردم، یک سری آموزش های دادم، متاسفانه هر بار به خاطر وقتی کم تمام اون وقت در اختیار من قرار نمیگیره که همه اطلاعات رو به یک باره بدم. بنابراین خب من به دنبال فرصتی میگردم که در نوبت دیگر در هر جایی که بشه من بتونم صحبت کنم. نحوه پایه‌گذاری و وظایف نیروهای محلی و حتی محله‌ها از نظر اون تیم پایداری به معنی نیست که مقاومت کنن، هیچ کاری نکنند و بشینن تو سرشون بزنن. این موارد مختلفی در بر داره. نیروی پایداری در برابر یک حکومت تحمیلی خونریز و خوناشام یک پایداری به وجود میاد، همینطور در هنگامی که یک کشور متجاوز خاک ما رو اشغال کرده باشه. ولی ما در زمانی که این حکومت خوناشام و خونریز آدمخوار رو در کشور داریم که کشور ما رو اشغال کرده، در برابر این ظلم و تعدی و استبداد که نقض حقوق بشر رو تمام این سالها به وجود آورده، در برابر این نابرابری ها، بیدادگری ها، فقر و فساد و پایمال کردن حقوق انسان ها از زن و مرد، یک پیکار بی امان با حکومت مذهبی ما باید داشته باشیم و اون همزمان با اون حفظ استقلال و یک پارچگی در صحنه ایرانه که این مبارزه برای برقراری نظام مردم سالار که خواهان صلح و امنیت و آرامش و رفاه باشه و ایجاد حسن رابطه با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان باشه، یعنی همزمان حفظ مصالح منافع ملی و فرزدایی گسترش دانش و پایان بخشیدن به این تفتیش عقاید و افکار و نداشتن زندانیان سیاسی. این هدف این نیروی پایداریه. بسیار روشن و واضحه که افراد هر تیم پایداری در برگیرنده ایرانیانی خواهد بود که به تاریخ و فرهنگ و به ایرانی بودن خودشون مباهات کنن، سرفراز باشن. اگر چند نفر حزب دارن در درون خودشون تو این تیم ها جا بدن، طبیعیست که لو میرن یا رو دست میخورن یا گیر میافتند. هر تیم پایداری با 13 نفر باشه. خیلی ها میدونن، من برای اونایی میگم که نمیدونن، که مؤسس فرمانده تیم عهده‌دار میشه و ضربتی عمل میکنه. در نیروی پایداری زن و مرد و دختر و پسر دارای حق برابر هستند. وظیفه افراد تیم چیه؟ برقراری ارتباط، آگاه سازی خیشان، دوستان به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها از خبرها، رویدادها و انعکاس اون آرمان و هدفهای نیروی پایداری و تشویق مردم به تشکیل تیمهای پایداری در درون و حتی در بیرون و تکثیر و توزیع تمام اطلاعاتشون به هر صورت ممکن که میتونن. در این رابطه حفاظت کلام و رعایت مقررات ایمنی همیشه از ضروریات ارتباطی با همدیگه ببیشه در درونه. این گزینش تاکتیک‌های ابتکاری و غافلگیر کننده هر تیم 13 نفری باید پشتیبانی درمانی، داری و تدارکات مانند پوشاک، خوراک و فضارستانی و محل خواب در زمانی که تو خیابون هستن دیگه، بعد نباید برگردن تو خونه. خانم من یه سوال دارم. این جزوه ای رو که دارید از روش میخونید، بله، این به اصطلاح مطالبی که دارید میپردازید، بودجهشو کی باید بده؟ بودجهش خب همون تیمایی که خودشون اینا در نظر دارن خودشون بودجه میدن. نه، ببینید خانم، سوال من خیلی اساسی تر از این جوابی بود که شما دادید. شما دارید در مورد یک مسئله ای صحبت میکنید که در واقع یک سری تیمهای پارتیزانی رو اینا شکل گرفتن، اینا برنامه ریزی شدن. اینا تیمای پارتیزانی که شکل گرفتن اونا جداست. نه خانم، حالا بیایم اونایی که مال جدان، اونایی که مال شمان، اینا یه سری بودجه میخوان. این کارا که مال ماست که ما دیگه به اونا آموزش نمیدیم. خانم بودجه از کجا میاد؟ هر گروهی، هر محل
محلی هم کسانی که هستن باید خودشون بودجه بذارند. آها آها آها، نیروهای ناسیونالیست که وابسته به کشورهای بیگانه نیستن، مردم ایران اگه قرار بشه از کشورهای بیگانه پول بگیرن که دیگه میهن پرست نمیشن. خانم سوال بنده اینه که ما الان 10 روز تا 18 تیر فاصله داریم، چیکار میتونید چی میتونین تو این 10 روز به بچه‌ها یاد بدیم که الان که فرصت این که اینا برن 13 نفر رو تو 10 روز پیدا بکنن و قابل اطمینان باشن و به هم اطمینان دارن؟ به هر حال تو این فاصله ها هم دیگر رو تو این سال‌ها پیدا کردن. حالا یک سری متاسفانه میگم چون این رسانه‌ها قطع و وصل میشه درست تو شرایطی که باید خبررسانی کنه، میان تمام فرکانس‌ها رو عوض میکنن، مردم گیج میشن. که اطلاع رسانی بسیار کند انجام میشه. یا اخلال به وجود میارن از درون کشور برای رسانه‌هایی که میتونن مؤثر باشن. بنابراین حتی احتمال داره، ما تمام احتمالات رو در نظر میگیریم، حتی چنانچه حمله ای صورت بگیره بسیار احتمال داره، ما نباید بنشینیم بگیم انشاءالله گربه نمیشه. چه بهتره که این کشورهایی که حرف حقوق بشر و انسان دوستانه میزنند، این حمله به صورت شکستن دیوار صوتی و پشتیبانی هوایی به عنوان یک علامت هشداردهنده به ملت ایران باشه، نه اینکه بیان بزنن اون جاهای مختلفی که اینا شیمیایی دارن آلوده بکنن که دیگه تمام خاک ایران، همه ایران آلوده میشه. ضمن اینکه این حالا اگر اینا اومدن اون شیمیایی رو نزدن، اومدن ستادهای فرماندهی بسیج و سپاه و اسلحه خونه های اینا رو زدن، بله اونام خوبه، اونام بسیار خوبه، ولی یک اینو چند سال پیش من رو بعضی از این خطام گفتم، اگر بیان به عنوان یک علامت هشدار دهنده دیوار صوتی رو بشکنند، این خودش میشه یک علامی رساندن قوی ترین رسانه‌ای میشه در سطح ایران، چون وقتی دیوار صوتی رو بشکنند یک علامتی میشه که درست مثل این که یک شکستن صوت، یعنی مولکولای هوا وقتی که در نوک اون حمله بال و برخورد مولکولای شکسته شده در انتهای بال همزمان صورت میگیره، یک صدایی به وجود میاد که درست مثل یک شکستن شیشه بسیار قوی. بنابراین خطرات آنچنانی هم نداره، یعنی این بهتره، یعنی همزمان مردم میفهمند که وقتی این خب البته خانم محترم خانم نه اجازه بدید خانم اونایی که میخوان این کارا رو بکنن که به حرف من و شما گوش نمیکنن، که حالا ما تشخیص میدهیم حمله صوتی بهتر از مثلا این است که نیروگاه های اتمی ما را به اونا، اگه بخوان یه کاری بکنن یه برنامه‌های مشخصی دارن. خیلی خوب، ولی وظیفه مردم این نیست که بترسن بشن تو خونه‌هاشون، وظیفه مردم اینه که در این شرایط بریزن بیرون، به نفع رژیم کار نکنن، بریزن بیرون، به تمام اون جاهایی که میدونن بریزن بیرون، تو سر خیابون باشن، در صحنه باشن و خودشون میتونن در همین شرایط ترتیب رژیم رو بدن. شما مطمئن باشین وقتی به اونجا بکشین این کارو خواهند کرد؟ بله، سپاسگزارم. خب حضورتون عرض کنم که هموطنان بسیار نازنینم، این بیانیه آخر موسوی که بعد از اینی که اومد گفت مجوز به ما ندادن و این آدم‌های عقب افتاده پریشان حال پریشان مغز موجی که انگار مثلا یه رژیم فاشیست توتالیتر 100% دیکتاتور منش میاد به مخالفان خودش مجوز بده که بیان تو خیابون و حالا کارم از کار بگذره و بتونن چیره بشن، این یعنی نمایانگر این کروبی و رفت به اصطلاح موسوی وقتی اون روسی اومدن گفتن مجوز ندادن و 3-4 روز دنبال مجوز بودن و بعد گفتن ما نمیایم، شما هم نیایین، توصیه هم میکنیم نیایین، اگه بیایین میزنن و میکشن و وحشیگری میکنن، یعنی در واقع اونجا چهره کریه اینها که برای استمرار رژیم کار میکنن رو شد و بسیاری از کسانی که گول اینا رو خورده بودن که در کل جمعیت ایران 5% هم نبودن
خیلی از اونها هم بریدن در برون از مملکت هم، بسیاری از اونهایی که تحت تأثیر طول سگایی مثل سازگارا، نوریزاد، گنجی، منجی و این تیم بزرگی که اینا اینجا به عنوان روشنفکر و اندیشمند و نمیدونم دگراندیش و این اونا هم بریدن و در نهایت بلافاصله بعد از اون یک بیانیه موسوی داد که بیانیه آخر موسوی یکی از عقب نشینی های بی همتا به سمت فرو رفتن در لجنزار حکومت اسلامی.